بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها جهان شیعه در شور شادی میلاد امام رضا علیه السلام منطقه امام صاحب در شمال افغانستان به دست طالبان افتاد و مقتدا سعد ایران و عربستان را به گفتگو فراخواند. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی جدیدترین اخبار شیعن جهان تقدیمتان می شود امروز یازدهم ماه زیقعده برابر است با ساروز میلاد مبارک امام علی ابن موسرزا علیه السلام به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعن جهان پیروان اهل بیت اسمت و تعالت علیه سلام در سراسر جهان به مناسبت میلاد مبارک امام رئوف علی ابن موسرزا علیه السلام در شادی به سر میبرند امام رضا علیه السلام هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام است بنابر نظر مشهور مورخان وی در یازدهم ذیقعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد نام مبارکش علی کنیه آن حضرت ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله رضا صادق صابر فاضل قررت و ایان مؤمنین هستن پلیس ولایت قندوز اعلام کرد که سنی های تون روی طالبان یک منطقه مهم در شمال این ولایت را به کنترل خود درآورده و شهر قندوز را را حاصره کردند انامالدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز درگیری ها برای کنترل منطقه امام صاحب آغاز شد و عناصر طالبان به سرعت ایستگاه های پلیس منطقه را به کنترل خود درآوردند به گفته وی مزدوران طالبان در یک کیلومتری قندوز هستند اما هنوز وارد این شهر نشدند ساکنین شهر تلاش می کنند از قندوز به کابل فرار کنند امام صاحب یک منطقه مهم ارتباطی است که با قزاقستان مرز مشترک داشته و یک مسیر مهم تجاری با آسیای مرکزی محسوب می شود. زبیه الله مجاهد سخنگوی گروه تروریستی طالبان تأکید کرد که منطقه امام صاحب در کنترل نیروهای این گروه قرار دارد. این در حالی است که روز دوشنبه رئیس شورای ولایتی تخار افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 ولسوالی در ولایت‌های تخار، سمنگان و بلخ به دست عناصر طالبان افتاده است و اشنون جنگ به دروازه های شهر طالقان مرکز ولایت تخار قلعه نو مرکز ولایت باقیس و میمنه مرکز ولایت فاریاب رسیده است رهبر جریان سعد در عراق روز گذشته با برشمردن مذهب شیعه و قومیت عربی به عنوان دو رکن اصیل در عراق از دو همسایه خود یعنی ایران و عربستان سعودی خواست که به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند. به گزارش شیه ووز اخبار شیان جهان سید مختدا صدر رهبر جریان صد در عراق با انتشار رشته توییتی از دو همسایه خود یعنی ایران و عربستان سعودی خواست که به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای که پیوندهای استواری با عراق دارند مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند وی در ادامه افزود عراق در این میان میتواند به عنوان میانجی و واسطه عمل کرده و به دلیل داشتن پیوندهای استوار تاریخی با دو کشور گام و مهمی در راستای حل اختلافات میان آنها بردارد لازم به ذکر است چند ماه پیش با میانجیگری مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق مذاکراتی محرمانه میان ایران و عربستان برگزار شد اما نتایج آن به ثمر نرسید هرچه که به زمان حج نزدیکتر می شویم بر تعداد کشورهای معترض و منتقد در مورد رفتار اقدامها و تصمیم عربستان سعودی در زمینه حج که به صورت یک جانبه و بدون مشورت کشورهای اسلامی انجام می گیرد افزوده می شود در همین راستا پس از گلایه ایران از لغو حج تمتع برای زوار خارجی مسئولان اندونزی که خودشان از تشرف حجه و حج تمتع انصراف داده بودند از تصمیم سعودی ها گلایه کرده و با توجه به نامشخص بودن زمان مهار کرونا خواستار برنامه ریزی حج سال آینده شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. حج تمتع امسال مانند سال گذشته به بهانه شیوع کرونا برای زائران کشورهای خارجی ممنوع شد و هیچ زائری از سایر کشورها امکان تشرف به خانه خدا را ندارد علاوه بر این با توجه به همه گیری کرونا در جهان سعودی ها پروازهای بین المللی را نیز بسیار محدود کردند به همین دلیل حتی رایزنی و برقراری ارتباط مستقیم با متولیان حج در عربستان به سختی صورت می گیرد پس از لغو حج تمتو برای زائران خارجی مسئولان حج ایران نسبت به این تصمیم سعودی ها واکنش نشان دادن و با توجه به نبود ظاهر ایرانی در عربستان از این امر گلایه کرده و خواستار سهمیه برای زوار ایرانی در حج سال جاری شدند حتی به گفته علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ایران مکاتباتی نیز با طرف سعودی در این باره صورت گرفته تا به نوعی حقوق ایرانیان در حج تمد و تضییع نشود البته با توجه به شرایط عربستان به طور حتم سعودی ها با درخواست ایرانیان برای پذیرش زائر در ایام حج موافقت نخواهند کرد با این وجود مسئولان ایرانی در تلاشند که حج تمتو که یک مناسک دینی و برای همه مسلمانان است منحصر به تصمیم یک کشور نباشد علاوه بر ایران اندونزی نیز که بیشترین سهمیه حج تمتع را به خود اختصاص داده هم سال گذشته و هم امسال اولین کشوری بود که به دلیل روشن نبودن وضعیت حج تمتع از سوی سعودی ها و همچنین شیوع کرونا از حضور در حج تمتع انصراف داد تا جایی که سال گذشته قبل از اعلام سعودی ها مدعی شدند که به دلیل ناتوانی عربستان در برگزاری حج تمتو زائران اندونزیایی در حج 1441 حضور نخواهند یافت امسال نیز اندونزی تنها کشوری بود که از حضور در حج 1442 انصراف داد کشور اندونزی با سهمیه بالغ بر 220 هزار نفر یکی از کشورهای اثرگذار در حج تمتو به شمار می رود. مسئولان وزارت دین اندونزی امسال نیز با وجود اینکه خودشان از حضور در حج انصراف داده بودند از تصمیم سعودی ها گلایه داشته و خواستار بررسی وضعیت حج از سوی عربستان شدند با توجه به نزدیک بودن زمان حج و نبود زمان مناسب برای برنامه ریزی کشورها مسئولان اندونزی اعلام کردند که پس از پایان حج به عربستان سفر خواهند کرد و این نگرانی و گلایه را نیز به صورت حضوری با مسئولان حج عربستان در میان میگذارند یاقوت خلیل قماس وزیر امور دینی اندونزی شهریور سال جاری به این کشور سفر می کند. در این سفر قرار است با توجه به نامشخص بودن زمان مهار کرونا برای برپایی حج تمتع سال آینده برنامه ریزی صورت گیرد تا عربستان دیگر به یک باره برای لغو حج تمتو برای کشورهای خارجی تصمیم گیری نکند. بلکه به صورت جمعی با کشورهای اسلامی این موضوع را بررسی کند به گفته منابع آگاه این امر در نامه اخیر مسئولان دین اندونزی به متولیان حج عربستان نیز عنوان شده است و سعودی ها بی توجه به آن همچنان برنامه های قبلی خود را دنبال می کنند به گفته مسئولان وزارت دین اندونزی زوار این کشور دو سال است که از تشرف به خانه خدا محروم هستند و ممکن است عربستان سال آینده هم بر اساس شرایط حج را مانند دو سال اخیر لغو کند به همین دلیل باید مذاکراتی صورت گیرد تا این روند سال آینده تکرار نشود و حداقل ای از هر کشور به حج اعزام شده تا عدالت رعایت شود همچنین برخی از مسئولان این کشور خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای جلوگیری از تصمیم متولیان سعودی در زمینه حج تمتع شده فنلاند و چند کشور دیگر از تحویل دادن عاملان جنایت اسپایکر و عراق خودداری می کنند. صادق فرج رئیس اینترپل عراق از خودداری کشورهایی که مزنونان جنایت اسپایکر در آن هستند برای تحویل آنها به بغداد پرده برداشت. به افزود فنلاند از تحویل دادن دو تن از عاملان جنایت و کشتار اسپایکر خودداری می کند. فرش تاکید کرد یکی از متهمان جنایت اسپایکر از فرانسه به آلمان گریخته و در آنجا بازداشت شده است ترکیه نیز یکی از متهمان جنایت اسپایکر را بازداشت کرده است رئیس اینترپل عراق در ادامه گفت بسیار از مزنونان تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در اردن، امارات و ترکیه هستند. یادآور می شود فاجعه اسپایکر یکی از وحشکناکترین جنایت های سنی روی داعش در موسل محسوب می شود. در جنایت اسپایکر که از تاریخ دوازدهم تا پانزه هم جوان 2014 توسط سنی های تون روی داعش انجام شد بیش از چهار هزار دانشجوی دانشکده نظامی اسپایکر در تکریت عراق رو بوده شده و دانشجویان سنی از شیعه جدا سازی شدند. سپس بیش از 1700 نفر از دانشجویان نظامی شیعه که غیر مسلح نیز بودند به دست عناصر داعش با شلیک گلوله به شهادت رسیدند چند ماه بعد از آزادسازی تکریت در ماه مارس 2015 اجساد بسیاری از آنان در گورهای دست جمعی در اطراف این شهر کشف شد در این حال هنوز از سرنوشت تعداد بیشماری از این دانشجویان جوان شیعه خبری نیست 98 درصد از پروژه بخش پزشکی امام هادی علیه السلام ویژه مبتلایان به بیماری کرونا در بیمارستان خیلی سامر را تکمیل شده است. مهندس بلال حسین، معاون مسئول بخش پروژه های مهندسی حرم امام این اسکریان یعنی علیه السلام گفت با نظارت و راهنمایی مستقیم شیخ ستار در دبیر کل این آستان مقدس 98 درصد از پروژه ساخت بخش پزشکی امام هادی علیه السلام ویژه مبتلایان به بیماری کرونا در شهر سامر را به پایان رسیده است. بلال حسین ادامه داد این پروژه در مساحت 875 متر بنا شده و در آن 54 تخت از جمله 36 تخت برای بخش عمومی و 18 تخت برای بخش خصوصی طراحی شده است. کارهای برقکشی و سیستم کنک کننده آن به پایان رسیده و در روزهای آینده با حضور مسئولان و مردم برای خدمت به ساکنان این شهر افتتاح می شود و افزود بخش کرونا بر اساس مقررات وزارت بهداشت عراق و با جدیدترین طراحی ها و دکورها ساخته شده است گفتنی است مدیریت حرم مطهر امامین اسکریان علیه السلام پس از دریافت درخواست شخصیت ها و شیوخ شهر سامرا به توسعه و تجهیز بیمارستان خیریه سامر را اقدام کرد. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم هم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی خدا نگهدار.